بلام خدا سلام بر شما به برنامه تحول خوش آمدید. وزارت داخلی پاکستان به تازگی تصمیم گرفته است که مرحله دوم اخراج مهاجران افغان را آغاز کند. محسن رضا نقوی وزیر داخلی پاکستان در تازه ترین مورد میگوید که روند اخراج اجباری پناهجویان افغان که فاقد مدرک قانونی مهاجرتی هستند را در کمتر از یک ماه از آن کشور اخراج میکند. سخنگوی امارات اسلامی میگوید که پیش از این که کدام فشار بر مهاجران اعمال گردد، خواهان برگشت آنان به شکل داوطلبانه به کشورشان است و در صورت روند اخراج اجباری پناهجویان افغان، آنان آمادگی های لازم را نیز برای بازگشتشان به کشور دارند. در این مورد همکارانم گزارش تهیه کرده. میبینیم و دوباره برمیگردیم با مهمانان روی سیاست های خارجی پاکستان و اینکه چرا پاکستان تصمیم گرفته مهاجرین را اخراج بکنه بس میکنیم. تصمیم پاکستان برای اجرای مرحله دوم اخراج اجباری مهاجران افغان از آن کشور. وزیر داخلی پاکستان میگوید که تمام مهاجران غیر قانونی به شمول مهاجران افغان که در پاکستان به سر میبرند باید به کشورشان بر بگردند. محسن رضا نقوی افزوده است که روند اخراج اجباری مهاجران افغان که فاقد اسناد قانونی هستند را در کمتر از یک ماه از آن کشور از سر می گیرند. تمام مهاجران به شمول افغان هایی که فاقد اسناد قانونی و مهاجرتی اند را اخراج می کنیم و هیچ کس نمی تواند بدون اسناد قانونی در پاکستان زندگی کند. همچنان ما در تلاش هستیم تا به این روند سرعت بیشتر دهیم. سخنگوی امارت اسلامی میگوید که هرگاه مهاجران به گونه اجباری اخراج شوند، برای رسیدگی به آنها در کشور آمادگی لازم گرفته شده. اما مهاجران پیش از این که زیر فشار قرار گیرند، پاکستان را به مقصد افغانستان ترک کنند. ما نزی هستیم که مهاجرین به افغانستان برگردند و تشویقشان میکنیم که بیشتر مورد فشار قرار نگیرند و خودشان به افغانستان بیایند. امارات اسلامی افغانستان تمام آمادگی خود را که به خاطر خدمات مهاجرین ارائه کرده بود و قبلا کمیسیون داشتیم، کمیته ها مو فعال هستند و انشاءالله که به خاطرشان چیزی که در توان و وسی مردم افغانستان است و امارات است را دریغ نخواهد کردن در خدمت مهاجرین و مهاجرین باید هم برگردن و تلاش شود که دیگر آنها وسیله فشار کشورها قرار نگیرند. باورها در افغانستان بر این است که اسلام آباد از مهاجران به عنوان ابزار فشار در برابر کابل استفاده می کند. این فرصت خوب است تا مهاجران به کشور برگشته تا پاکستان دیگر این ابزار را در دست نداشته باشد. متاسفانه که یک عمل مشتمل بر یک خصومت است و بر روابط ملی و بین المللی برابر نیستند. از او خاطر از پاکستان خواهش ما همیست که اولا بین افغانستان و پاکستان و ملل متحد یک هیئتی را بگمارند که در او به روند خروج افغانها یک موافقه صورت بگیرد. بر بنیاد آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در سال 1402 بیش از 1.5 میلیون مهاجر به کشور برگشتند و روند برگشت مهاجران همچنان ادامه دارد. باز هم خوش آمدید. در این مورد با مهمانانم بحث میکنم. آقایان هر یک آقای بشیر هاتف، روزنامه نگار و آگاه مسائل سیاسی اینجا در استودیو. آقای زمان سانزی، آگاه روابط بین الملل از امریکا و آقای رحمت الله حسن، آگاه مسائل سیاسی از سویدن روی خط با ماست. مهمانان را به بحث خوش آمدید میگم. هاتف صاحب، اجازه بدید بحث را با شما آغاز بکنیم. چرا پاکستان تصمیم بر آغاز موج دوم پناهجویان افغان را از پاکستان بدست گرفت؟ تشکر. سلام خدمت شما، خدمت هر دو مهمانی که از طریق اسکایپ با ما وصل هستند و خدمت تمام بیننده و شنونده های گرانقدر. پاکستان اگر از امی فشار تازه‌اش آغاز بکنیم که فشار اخراج مهاجرین است که در این اواخر روی دست گرفته، بدون شک میخواهد افغانستان را زیر فشارهای پیهم قرار بده با در نظر داشته درکی که از وضعیت فعلی در افغانستان داره، به خصوص مشکلات اقتصادی و بحران بشری در افغانستان. پاکستان تلاش میکنه وسایل مختلف فشار علیه افغانستان را جستجو بکنه، دریافت بکنه و پیاده بکنه که یکی از وسایل مهمش
مسئله مهاجرین افغانستان در خاک پاکستان است. چون تعدادشان بیشتر است، میلیون ها نفر است، در اونا خودشان در حدود 5 میلیون تخمین کرده بودند. آغاز روند اخراج اجباریش بدون شک میتونه افغانستان را با مشکلات و چالش های روبرو بکنه. اما چرا پاکستان به این اقدامات نپردازه؟ ما و شما میدانیم که پاکستان چند خواست دیری نداره و در این 2.5 سال گذشته خواست های تازه هم بالای از او افزود شده. خواست های دیرینش از جمله مهمترین خواستش است که افغانستان همیشه در صحنه سیاست خارجی پیرو پاکستان باشه. به اصطلاح دیگه بگوییم پاکستان تلاش کرده و میکنه که مدیریت روابط خارجی افغانستان را در اختیار خود داشته باشه، که این مسئله در 2.5 سال گذشته کاملا تغییر کرده. قطر گوی سبقت را بوده، جای پاکستان را گرفته. قطر به عنوان رابط میان افغانستان و جامعه بین المللی بیشتر فعال است و توجه افغانستان، توجه امریکا، توجه تمام کشورها هم به قطر بیشتر است به تناسب پاکستان. از زمانی که پاکستان متیقن شد که بازی افغانستان را به اصطلاح واگذار کرده، بازی افغانستان را باخته در نتیجه مذاکرات دوحه و تغییر حکومت در افغانستان، در پی وارد کردن فشارهای گوناگون بالای افغانستان است. مسئله اخراج مهاجرین، اخراج اجباری مهاجرین، فشارهایی که از ناحیه اتهامات به اصطلاح مداخلات نظامی افغانستان بر پاکستان وارد میشه، مسائل ترانزیتی را که پاکستان نمیشه به نیست وسائل فشار استفاده میکنه، هر کدومش به نوبه خود وسائل است تا حکومت افغانستان را زیر فشار قرار بده و وادار بسازه که خواستای نامشروعی پاکستان را قبول بکنه، که یک خواستش مدیریت روابط خارجی است، یک خواستش گذشتن از اقدامات است مانند اعمار بند برق در دریای کنر، یک خواستش پذیرفتن خط فرضی دیورند است. اینا همه مسائل است که پاکستان میخواهد بالای افغانستان تحمیل بکنه و به خاطر تحمیلش وسایل فشار جستجو میکنه. درست. ولی امارات اسلامی میگه که ما آمادگی داریم از مهاجرین که اخراج میشه از پاکستان و تمامی آمادگی های لازم را داریم که از اونا پذیرایی بکنیم. شما میگین که این ممکن به چالش مبدل شده. خب من در این قسمت شنیدم اطلاعیه های حکومت ها. بله. آقای مجاهد صحبت کردن. بله. من موافق نیستم که اینا از هر جهت آمادگی داشته باشن. آمادگی را ما در داخل میبینیم که به او پیمانه نیست. بله. اما در کل امی روند اخراج اجباری مهاجرین و فشارهایی را که پاکستان و ایران هر دو وارد میکنن به نحوی از آنها به نفع افغانستان است. در کوتاه مدت به چالش میکشه افغانستان را، اما در دراز مدت به نفع افغانستان است. چرا که همیشه افغانستان از ناحیه موجودیت افغانها در کشور ایران و پاکستان با چالش روبرو شده. در اونجا افراد پرورش یافتن، تربیت نظامی دیدن، تربیت شدن بر علیه حکومت‌های افغانستان، به اصطلاح به جنگ فرستاده شدن و اونجا پایگاه های مهم سیاسی مخالف حکومت افغانستان هم بیشتر در ایران و پاکستان شکل گرفته. اما وقتی مهاجرین در اونجا نباشن، افغانها دیگر در پاکستان و ایران نباشن، این زمینه ها از بین میره. همچنان در کنارش ایران و پاکستان همیشه به اصطلاح جزیه گیری کردن، فشار آوردن بالای مهاجرین و جزیه گرفتن از سازمان ملل متحد، جزیه گرفتن از UNHCR. افغانستان اینو درک میکنه که اگر افغانها دوباره به شکل بلجبار هم داخل افغانستان بیاین، توجه سازمان ملل و یونیسیار به داخل افغانستان میشه. کمک هایی را که به پاکستان میکرد به افغانستان میکنه، کمک هایی را که به ایران میکرد به افغانستان میکنه. از این خاطر من فکر میکنم حکومت موجود زیاد مخالف اخراج این پروسه نیست، اما نگرانی از چالش های احتمالی با جدیت و قوتش وجود داره. ای که سخنگوی حکومت میگه که ما هر نوع آمادگی داریم، ای به این معنی است که مقابله میکنه با فشارهای درست. پاکستان درست. اما معنای ای گپ نیست که افغانستان ظرفیت پذیرش
5 میلیون مهاجر داره. درست. مهاجری که بیرون است. با توجه به حرفای شما آقای هاتفی که مثلا پاکستان یک افغانستان پیرو پاکستان را میخواد، درست؟ بله. پاکستان به نحوی دوست نداره که مثلا بند اعمار شود در دریای کنر، یا مثلا بحث دیورند هست. حالا با توجه به اقدامات اخیری که از سوی پاکستان صورت گرفت، حمله در خوست بود، حمله در پکتیا بود اگر اشتباه نکنم، و جواب بالمثل از طرف کابل هم دریافت کرد، حال مردم میپرسن که واقعا پاکستان به این پی برده که دیگر از افغانستان نمیتونه سود ببره با توجه به اقدامات اخیری که انجام داد؟ من قبل نگشاره داشتم پاکستان بازی افغانستان را باخت در مذاکرات دوحه، در مذاکرات قطر. عمران خان تصور میکرد که پاکستان به یک که افغانستان به کشوری تبدیل میشه که اطاعت از پاکستان میکنه، به خصوص در روابط خارجیش. اما وقتی حکومت جدید به میان آمد، پاکستان احساس کرد که این حکومت هیچ وقتی به پاکستان نمیگذاره، و مو سبب اختلافات داخلی قوی در پاکستان شد. امی مسئله یکی از اسباب عمده کنار رفتن عمران خان بود، و امروز که عمران خان در زندان شب و روز سپری میکنه، یک دلیلش امی بود که او بازی افغانستان را باخت. به این خاطر افغانستان به فشارهای دیگه متوسل میشه. اما ما شاهد اقدام بالمثل از افغانستان نبودیم. درست است در طول خط فرضی دیورند با سلاح ثقیل تبادل آتش صورت گرفته، اما افغانستان بمباردمان نکرده، بنابراین عمل بالمثل نکرده تا به حال. تشکر آقایات. به شما برمیگردیم. حسن صاحب، شما را هم خوش آمدید میگم به برنامه. ما میبینیم که پاکستان پیهم روی مسئله افغانستان از خود جدیت نشان میده، و ما میبینیم که حمله میکنه به خاک افغانستان، خاک افغانستان رو بمبردمان میکنه، مهاجرین افغانستان رو اخراج میکنه، بحث تی تی پی را مطرح میکنه و آدرس افغانستان ابراز نگرانی میکنه، میگه ما مظلوم واقع شدیم. بالاخره چی میخواد پاکستان از جان افغانستان؟ سلام به شما و هر دو مهمان محترم و هموطنای عزیزم. ببینید، پاکستان یک تاریخ طولانی اختلافات با مردم افغانستان و ملت افغانستان داره. از روزی که کشوری به نام پاکستان از بدنه هندوستان بزرگ جدا شده، رابطه هایش برای افغانستان همیشه تیره بوده. این بمبارد ها تازه نیست، در طول 50 سال چندین مرتبه افغانستان رو بمبارد کرد. بنابراین پاکستان چه هدفی را دنبال میکنه سر مردم افغانستان؟ اهداف اساسی پاکستان، اهداف استراتژی پاکستان همیست که افغانستان جزء پاکستان، صوبه پنجمی پاکستان، اتحاد برداری پاکستان و همه کاری افغانستان باید پاکستان شد. این اهداف عزیز، یعنی پاکستان افغانستان میخواهد که افغانها در پاکستان مثل مزدور و گدایگر و یعنی افغانستان را به صفت یک ملت هیچ وقت قبول نکرده و نمیکنه. بنابراین سیاست مدارا و دولت مردای افغانستان در طول 40 سال عمل بالمثل برای پاکستانی ها تا هنوز قویا انجام ندادن. اما دولت هایی که بسیار خود شاخ شاخ دار می گرفت، ولی در برابر پاکستان بسیار تمکین می کردن، می خواستن با مذاکرات پاکستان را وادار بسازن افغانستان را به صفت یک ملت قبول کنن. بنابراین پاکستان هیچ وقت قبول نمی کنه. اولین بار است و افغانستان یک حرکت گچ کوچک، یک حرکت بالمثل را انجام داده. ما وزیر دفاع را تقدیر میکنیم از این حرکتش و برش مشارمت به صفت یک نظامی سابقه دار افغانستان استاد عربی پانتر میدم، برش مشارمتم انسجام بده اردوی افغانستان، ملت افغانستان، پاکستان کتیش باید تصفیه حساب بکنه. در غیر از اون اینها را هم این می طالبان را که ببینید کل دنیا میگفت که یا نوکر پاکستان است، مزدور پاکستان است. ببینید یادتان باشه میدین که 7 سازمان برجسته را در پاکستان داشت، امکانات وسیع جهان هم در اختیارش قرار داشت. وقتی که آمدند در کابل، دو گروه مجاهدین جمعیت و حزب اسلامی را چنان در کابل جنگان که حالا نام مجاهد بگیری در کل دنیا، افغان ها در هر گوشه دنیا که است نفرت میکنه از نام ازیا، بخاطر از اینکه یا جفای بزرگی کردن در خدمت پاکستان واقع شدن
و تا هنوز هم بسیاریاش نمیای اعتراف نمیکنه و ملت در برابر شما ما جفا کردیم. هنوز هم گپای بسیار تمطراق هوایی میزنن. بنان هر کسی که در خدمت پاکستان بوده و در خدمت پاکستان میباشه او دشمن مردم دشمن منطقه است. درست. ولی آقای حسن پاکستان بیشتر اگر بیایم روی سیاست خارجیش متمرکز باشیم چی را میخواهد در افغانستان ثابت بسازه؟ 2 سال و 8 ماه بحث تی تی پی را در افغانستان اونا دنبال کردن، بحث گروه های دیگر را، جایش العدل را مثلا ایران دنبال کرد در افغانستان، مشخصا در پی چی هست؟ اگر مواردی دارد چرا از طریق مذاکره او را حل نمیکنه یا هم میخواد افغانستان را بدنام بسازه با وضعیت فعلیش؟ نه پاکستان نه ایران میخواد افغانستان یک دولت مرکزی قوی، یک ملت قوی که سرپای خود استاد باشه نمیخواد. و همیشه افغانستان خراب، افغانستان مزدور، افغانستان دستبی نمیخواد. اهداف پاکستان مشخص است. هموطنهای ما یک ایده فکر میکنن مسئله دیورند است. پاکستان دیورند است، هرش خط بتلان کشیده. پاکستان میخواد خط دریای آمور داشته باشه، یعنی خود با آسیای میانه وصل بکنه. ببینید یک مثال براتون میدم. در افغانستان در طی 3 تریلیون دلار مصرف کردن و تمام نیرو و توان خود را مصرف کردن و بسیار بی‌عزتی بی‌آبرویی از اینجا شکست خورده رفتن و حالا میخواهند توسط پاکستان انتقام خود از مردم ملت تشکر. افغانستان بگیرن. بنان ما انسجام و وحدت ملی خود را حفظ کنیم که پاکستان باید تصفیه حساب کنیم. در غیر صورت 100 سال هم باشه پاکستان ما شما رو جزا میده. تشکر آقای حسن. وقفه کوتاه و دوباره برمیگردیم. با ادامه برنامه تحول باز هم خوش آمدید. آقای استانزه هم با ما وصل هستند. استانزه شما هم خوش آمدید میگم به برنامه. آیا پاکستان با توجه به اقدامات اخیری که در برابر افغانستان داشته باخته در قبال افغانستان؟ تشکر از دعوتتان و خوش هستم با شما و بیننده ها و میمان هایتان هستم. مشکل پاکستان است که در یک موقعیت قرار داره که بین هند از یک طرف است و توانمندی از این را نداره و حاضر به این است که در عقبش اما مسئله را که به نام عمق استراتژیک یاد میشه برایشان بسیار مشکل است. پاکستان استعداد و توانمندی رقابت با هند نداره، ولی امین رقابت جز پالیسی خود ساخته. بنان فکر کنند که مثل یک ورزشکار است که با یک کس داخل یک حلقه پهلوانی شده که هم وزنش نیست. بنان به خاطر از که امرای هند رقابت کرده بتانه، خود در این موقفی که قرار داره به اصطلاح در اختیار قدرت های بزرگ گذاشته که اونها پاکستان استعمال کنن، یعنی استعمال کردن یا استعمال شدن پاکستان چی از طرف امریکا به ضد روس بود در به شکل توازن قدرت در وقتی که افغانستان اشغال شده بود، چی از طرف چین در مقابل امریکا یا از طرف امریکا در مقابل چین یا از طرف چین در مقابل هند. یعنی یک کشور است در موقف است که جز از اینکه اجازه بده که استعمال شود دیگه چاره نداره. بنان به او رقابت نابرابری که در مقابل هند داره و هند نصف کشمیر هم ازشان گرفته، توان از این نداره که دیگه در عقب صحنه به یک مشکل روبرو شود. بنان نمیخواد که افغانستان با هند اقلا در این مقطع همپیمان باشه. بنان که اگر افغانستان و هند همپیمان شوند، پاکستان در وسط میمانه و هیچ کار کردن نمیتونه. به اون سبب است که امور سیاست را که بنامه اون استراتژی که پاکستان یاد میکنه نیست که اگر بالای هند زورش نمیرسه اقلا در افغانستان یک موضوع یک مشکل را ایجاد کنه.
و برای ایجاد کردن از این مشکل بازم قسمی که گفتم ضرورت داره به اینکه امریکا و چین و قدرت‌های دیگر در میان بیاره. برای از اینکه مسئله برای امریکا و برای چین و برای اینها قابل یک تشویش باشه، به صلح ضرورت نداره. صلح به منفعت پاکستان است. باید اینجا یک جنگ باشه، یک مشکل باشه، به او خاطر است که اگر از گذشت ها بگذاریم، در چند هفته گذشته، ماه گذشته، بالای ایران یک حمله کرد به امید از اینکه ممکن اونجا به اصطلاح آب خط کنه، نشد. حالا در بالای افغانستان حمله کرده و این حمله که بالای افغانستان کرده البته این چیز نو نیست، منتها چون اینجا به شکل نسبی اما توجه جهانیان به طرف جنگ اوکراین و به طرف فلسطین رفته و اینجا به شکل نسبی آرامی به میان آمده، این آرامی برای پاکستان خوب نیست. پاکستان باید در این منطقه جنگ باشه که از او جنگ بهره برداری کرده بتونه و به خاطر از او بهره برداری است که آب خط میکنه. البته مسئله ابعاد دیگه هم است که آقای حاتفی آقا حسن به اشاره کردند که تا قسمت زیاد من با اونا هم نظر هستم در مورد که مسئله خط دویرند است و مسئله دیگه که اونها اشاره کردن ضرورت به تکرار نیست. درست، تشکر از شما آقای سانزه. حاتف صاحب، زمان که انتخابات در پاکستان پایان یافت، صدر اعظم پاکستان شهباز شریف و رئیس جمهور پاکستان آقای زرداری اونا تعهد سپردن که گام های سازنده را با افغانستان برمی‌دارن، ولی ما بعد دیدیم که اونا گفتن که از آدرس افغانستان تهدید میشه و هر کسی هم باشه و هر چیزی هم باشه اونا در مقابلش میستن و جوابش هم میده. من میخوایم بدونم که پاکستان چه نوع یک سیاست داره و قدرت اصلی در پاکستان به دست چه کسانی است؟ مسئله بسیار جالب است. اگر اجازه تان باشه کمی برمیگردم بعضی رویدادها در گذشته. وقتی در 2017 نواز شریف با استخبارات پاکستان، با ارتش پاکستان در تقابل قرار گرفت که او فطرت همیشگی مسلم لیگ آقای نواز شریف است، این شهباز شریف بود، در اون زمان وزیر اعلای پنجاب بود، بله، که به برادر بزرگ خود میگفت که مقابلی مستقیم با اردو و استخبارات پاکستان درست نیست، باید راه های سازش با اونا در پیش بگیریم. بالاخره این تقابل سبب شد که کودتای محاکماتی دایر شود، نواز شریف از قدرت برکنار شود و در 2018 این مسئله صورت گرفت. عمران خان با دست درازی و مداخله مستقیم اردو و استخبارات پاکستان به عنوان نخست وزیر به قدرت رسید. اما من قبلا اشاره داشتم، به قدرت رسیدن عمران خان چند پیامد بسیار منفی برای پاکستان داشت. اولی که روابط خارجیش از سخت صدمه زد، پاکستانی که محتاج قرضه بود، IMF حاضر نبود تا به او قرضه بده. تمام احزاب سیاسی پاکستان در یک خط دیگه قرار گرفتن به نام پاکستان دموکراتیک موومنت یا PDM، هم مخالفش قرار گرفتن و همه بازگو کردن که حکومت ارتش و استخبارات است. از اون مهمتری بود که عمران خان بازی افغانستان را باخت در مذاکرات قطر و این همه ناکامی ها متوجه اردو و استخبارات پاکستان بود، چون همه میدانستن که حکومت عمران خان حکومت اردو و استخبارات است. بنان اونا یک سازش دیگه کردن، عمران خان را مخالف خود قرار دادن، در حالی که چنین نیست. این حزب اردو و استخبارات ساخته و اولی هم حمایتش میکنه. او را به زندان فرستادن، زمینه برگشت نواز شریف را مساعد کردن، نواز شریفی را که محاکم افغانستان و پاکستان به 10 سال حبس محکوم کرده بود و در دوباره متحده عربی بله بود زندگی میکرد، بله دوباره برگشت طبیعی پاکستان بود. او را دوباره برگشتاندن و وقتی در اینجا نواز شریف تعامل از نزدیک دید که حکومت آینده هم یک حکومت کاملا ضعیف و حکومتی است که ناگزیر است فرمان برداری بکنه از استخبارات و ارتش پاکستان، اما بود که برادر خود را کندید کرد به عنوان نخست وزیر آقای شهباز شریف. شهباز کسی است که با اردو و استخبارات رابطه بهتر میخواه. اپوزیشن بسیار قوی هم برای اردو و استخبارات تعیین کرد که او عمران خانی که از تمام
فعالیت های سیاسی محروم شده. از داخل زندان کمپاین کرد، از داخل زندان مردم به نخست وزیری پاکستان کاندید کرد و الان به عنوان اپوزیشنی که 92-93 کرسی در پارلمان پاکستان داره وجود داره. این بازی های استخبارات بود. به این خاطر حکومت موجود پاکستان حکومتی نیست که بتانه با اردو و استخبارات مقابله بکنه، بلکه حکومتی است که ناگزیر است فرمان برداری بکنه. اگر فرمان برداری نکنه، فردا حزب عمران خان با شخصیت های مثل مولانا طاهر القادری دوباره یک جای میشن و راه ها را بسته میکنن، تظاهرات میکنن، این حکومت هم به چالش میکشن. به این خاطر حرف شهباز شریف حرف اردو و استخبارات پاکستان است. پس در حال حاضر میتونیم بگیم که بله، حرف اول اردو و استخبارات پاکستان میگه، در هیچ شکی نیست. ما شما حرف های آقای کاکر هم دیدیم که به عنوان نخست وزیر موقت کار بیشتر از چند ماه وجود داشت و ترجمانی اردو و استخبارات پاکستان را میکرد. درست. حکومت پاکستانی صلاحیت نداره. اجازه بدین یک نکته دیگر هم تایید اشاره بکنم که پاکستان خودش یکی از مهره‌هایی است که در منطقه مورد استفاده قرار میگیره. از طرف تقابل پاکستان و هند یک بخش فرعی قضیه است. این تقابل چین و امریکا است. این به عنوان دوست استراتژیک قوی امریکا در منطقه حضور داره و پاکستان به عنوان مستمره چین. این تفاوت وجود داره که هند مستمره نیست، دوست است، اما پاکستان مستمره است. پاکستان مستمره چین است و این تقابل چین و امریکا است. مردم پاکستان، احزاب سیاسی پاکستان این مسئله را میفهمند، بارها مطرح کردن و یادآوری کردن. بنابراین پاکستان فرمانگیر است، اما چالشی که امروز پاکستان با او روبروست، ببخشین، ایست که چین نمیخواید افغانستان را از لحاظ نظامی بی‌ثبات بسازد، به چالش بکشد، بلکه خواهان سرمایه گذاری در افغانستان است، میخواید بازارهای افغانستان اشغال بکنه. به این خاطر دری بود چین خیلی ها در کنار پاکستان نیست، چیزی که پاکستان را رنج میده. همین مسئله است و این بازی را شاید بیشتر ادامه هم داده نتونه. پاکستان بالاخره تمکین بکنه به برخی از خواستای مشروع و قانونی در منطقه. پس در حال حاضر میتونیم بگویم که حرف که از آدرس شهباز شریف یا هم آقای زرداری گفته میشه با آدرس کابل، حرف هم حکومت پاکستان و هم اردو و استخبارات پاکستان، درست؟ بله، شهباز شریف شخص مجبور است و آقای زرداری کسی است که شما تاریخچه کارها و فعالیت‌های سیاسی شب مطالعه بکنین، همیشه با اردو و استخبارات پیوند داشتن. تشکر آقایات. رفت و برگشت کوتاه. با ادامه برنامه بازم خوش اومدید. حسن صاحب، پاکستان تا چه زمانی به بازی های خودش، به سیاست خودش در قبال افغانستان ادامه میده؟ ما میبینیم که بیش از 5 دهه شد که پاکستان سیاست دو روی یک سکه را بازی میکنه در قبال افغانستان. در صحبت میگه ما با شما دوست هستیم، سیاست آشتی جویانه با شما داریم، ثبات افغانستان را میخواییم، ولی در عمل یک چیز دیگری را میگه. اولا بیاید عمران خان را که اما چرا با قدرت رسید؟ چرا از قدرت پس شد؟ این بخش را برتان یک تفسیر کنم. عمران خان درست است توسط استخبارات و اردوی پاکستان با قدرت رسید، ولی عمران خان یک ورزشکار بسیار برجسته بود در دنیا و در کشور خود یک محبوبیت خاص داشت. عمران خان با نزدیکی با اردوها و با کشورهای عربی خاص اردوی پاکستان، استخبارات پاکستان مهار کنه، مدل اردوغان در پاکستان اجرا کنه. یادتون بوده باشه قبلا هم اردوی ترکیه همیش سیاست مدارای خود را کودتا میکرد، از بین میورد. یگانه شخصیت برجسته ای که اردو و استخبارات ترکیه را مهار کرد اردوغان بود. یک تاز میدان است در منطقه، خیلی گپای بر گفتن داره. عین عمله میخواست عمران خان اجرا بکنه، تقابلی که با استخبارات با اردو کرد، ولی عمران خان توانمندی و قدرت از این را نداشت که به این
مردم بسیار بسیج کنه تا قدرت نظامی را مهار کرده بتونه و مجازات شد. علت اساسی مجازاتش هم در بخش افغانستان است. عمران خان میخواست یک روابط خوبی با مردم افغانستان داشته باشه که همسایه نیک بودن با خود برای افغانستان نشان بده، ولی استخبارات اردویش هیچ وقت این مجال را نمیده، همیش از این بهره میبرند، بهره های سیاسی و اقتصادی وافر میبرند. حالا اینمی دو خانواده منفور، خانواده نواز شریف، خانواده بوتو، مثل خانواده کرزی و خانواده مارشال فهیم که افغانستان را تباه کرد، یا اردوی پاکستان امروز اردوی فاسد، رشوتخور، استخباراتش فاسد، رشوتخور است. ما شما ببینیم اردوهایی که فاسد، رشوتخور، تمکین به ملت خود نکنه، نابودی حتمی است. امروز اتحاد عسکری که در منطقه پاکستان در بعض نقاط وجود داره، مثل دکانها سرکلفی فروخته میشه که در افغانستان فروخته میشه، اما اردو هم تار بار شد. در نتیجه این دو خانواده وقتی که به قدرت میرسه، اهداف از یا امی است، یک هدف دارد که افغانستان غربی ها، امریکایی ها، انگلیس ها میخواهند مهار بکنن، ولی برای مهار افغانستان طالب ها ایش تمکین در برابر امریکایی ها و انگلیس ها نمی کنند. یک سیاست مستقل دارد، گرچه هموطن های ما تصور میکنند که پولایی که برای افغانستان میه شخصا بر طالب ها کمک و مراودت است. نه، این پولا میاد نظر به قرارداد قبلی که کرده برای توسط شرکت های ملل متحد و شرکت های اما واسط بین المللی در بین مردم توزیع میشه، گرچه در داخل از یام عیف مل های بسیار زیاد است، بر مردم افغانستان برای یک کمک کوچک هم از صورت میگیره. حالا این دولت فعلی پاکستان قول و قرارش برای غربی ها، امریکایی ها، انگلیس ها ای است که ما طالب ها را یا مهار می سازیم یا از بین می بریم. طالب ها خوب متوجه باشید، شما را با تمام توطئه و دسیسه در طی دو سال پاکستانی ها بسیار تلاش کرد که نشان بده بر جهان افغانستان مرکز تروریسم، تکنوج، اختلافات است، پاکستان مظلوم واقع شده. یک توطئه است، یک دسیسه سر افغانستان، پاکستان افغانستانی در جنگ و در مشکلات اقتصادی و نظامی میخواهد. بنابراین افغانستان امروز یک امنیت نسبی در افغانستان با وجود آمده، این امیرم کسی دیده نداره که داشته باشه، هم ایران هم پاکستان. نقطه نظرشان همیست که افغانستان همیش جنگ و مشکلات اقتصادی باشه که در زیر تاثیر ایران و پاکستان قرار بگیره. درست، ولی مردم میخواه بدانه، بله اصلا سب، مردم میخواد بدانه که پاکستان تا چه زمانی به این سیاست های خودش در قبال افغانستان ادامه میده. ما براتون به واضح و آشکار میگیم، به هر زمانی که زمامدارای افغانستان برای پاکستان بخواه که مذاکره بکنه، برای پاکستان تمکین بکنه، خواسته های پاکستان قبول بکنه، پاکستان تاخت تازشه ادامه میده. ما برای طالب ها و زمامدارای طالب ها برشان میگیم اگر میخواین بقای افغانستان، بقای کشورتان را میخواین، خاک از دست رفته خود را امروز شما توانمند، این دولت افغانستان این توانمندی را نداشته، شما دارین این را گرفته میتونید. علت و انگیزه توانمندی از یا چی است؟ یا واضح برتون میگیم ببینید در پاکستان فعلا در حدود 15-16 میلیون ملا قاری طالب وجود دارد، از ملایبت الله بیعت میکنه. وقتی که شما بیعت میکنه اوامرتون رو قبول میکنه. شما این زمین نیرویی که در پاکستان وجود داره، این نیروی بسیار عظیم است، نیروی فدایی است، یک اردوی بسیار قوی است در برابر. ولی اساس این میتونه بعدا پیامدهای بسیار منفی داشته باشه، چون امارات اسلامی در 29 فوریه در دوحه توافقنامه امضا کرده و گفته که از آدرس افغانستان هیچ کشوری تهدید نمیشه. ببینید 50 سال ما از طرف پاکستان تهدید شدیم، پاکستان کدام بار اعتراف کرد؟ هیچ اعتراف نکرد، گفت هیچ نیست. پای منطقه ای طالب ها ایت نو اعتراف نکنه، ما ایره کمک میکنن. در عمل در ذاتش عین کار که قبلا پاکستان با ما کرده یا باید بکنه. ببینید امروز طالب های پاکستانی یک نیروی خردی نیست، یک نیروی بسیار قوی منسجم است، بخش های منظمی
استخبارات اردوی پاکستان رو در نقاطی میروند تارمار میکنند و پاکستانی ها هیچ کرده در برابر از این نمیتونند میان مناطق افغانستان رو بمبارد میکنند. بنابراین دست بالای امروز امارات اسلامی در پاکستان برای منطقه خیلی عیرت آور است که پاکستان طالب های افغانستان چقدر قدرت و توانمندی در داره. داخل تمام نیروی مخالفه خودم مهار کردم، حاکمیت عام و تام داره، ولی باید انسجام خودم بیشتر طرف پاکستان بده که تا ما خاک از دست رفته خود دوباره به دست بگیریم. هزاران سال به صفت یک ملت، یک افغانستان واحد، یک افغانستان پر افتخار داشته باشیم که دیگر پاکستان طرف چپ سیل کرده نتا. تشکر. تشکر آقای حسن. استانزای صاحب، زمان که ما بحث جهان را مطرح میکنیم، حقوق بین الملل را مطرح میکنیم، چرا جهان نمیتونه در قسمت مسائل افغانستان و پاکستان دخالت داشته باشه؟ زمان که پاکستان می با توهین و تحقیر و لعتکوب مهاجرین افغان را از پاکستان اخراج میکنه، تمامی دارایی های مهاجرین افغان را غصب میکنه، چرا جهان نمیتونه دخالت بکنه در این عرصه؟ پاکستان به خود جرات میده که حریم هوایی افغانستان را نقض میکنه و تجاوز میکنه به خاک افغانستان، می بمباردمان میکنه، جهان ساکت است. چرا در این مسئله هیچ واکنشی نیست و هیچ اقدامی را ما نمیبینیم که از طرف سازمان ملل یا جامعه بین الملل ما داشته باشیم به این قسمت؟ البته جواب شما رو می داشته باشیم. سانزه سه وقفه می گیریم و دوباره بر می گردیم. وقفه کوتاه. با ادامه برنامه باستم خوش آمدید. سانزه سه جواب شما رو می داشته باشیم. خب جهان یک کس نیست، یک شخص نیست که عکس العملش چنین باشه. در جهان قوانینی است، پروتکل ها و روش هایی است که توقعات از دنیا برده میشه و ای که کی کدامه که از این روش ها را سیاست خود میسازه یا به خلاف از اون موضع گیری میکنه، اون مسئله جداست. مثلا فعلا طالبا بعضی سیاست های را در پیش گرفته که مغایر تمام ارزش های بین المللی است، ولی چون در یک قلمرو مستقل قرار داره برای دنیا، غیر از اینکه مستقیما اقدام کنه کار کرده نمیتونه. ولی چیزی که به مسئله ما در منطقه مربوط است این است که جهان که به نام جهان نسوم یاد میکنیم، اینها بعد از جنگ جهانی دوم یا جنگ اروپای دوم، تنها چیزی که از اروپا مختن مسائل نظامی بود. بنان در اکثر از این کشورها نظامی ها قدرت گرفتند، در عراق، در سوریه، در ترکیه، در مصر، در پاکستان، به نحو در ایران و افغانستان هم، یعنی قدرت نظامی ها زیاد بود. ولی دیدن که در بسیاری موارد کشورها آموختن و قسمی که آقای حسن به اشاره کرد که بخش نظامی را اینها از او فاصله گرفتن و حکمت های مدنی یا غیر نظامی یا ملکی را چی کردن. تنها مصر است که اون به اصطلاح امریکایی حکمت نظامیشان خریده به خاطر مسئولیت اسرائیل، و پاکستان است که میخواه که تهدید نظامیش، تهدید هند دلیل بیاره که ملت به این قانع بسازه که هر وقت که دلشان خواست این هاست که حکومت تغییر و تبدیل کرده میتونه. بنان در پاکستان چیزی که حکم فرماست است که اونجا یک قدرت نظامی است که یک ملت به عقب خود میکشاند، نه برعکس از او. یعنی باید قدرت نظامی در خدمت ملت باشه، ولی در پاکستان برعکس است. بنان این قدرت نظامی پاکستان همراه استخبارات آیسای و اینها محوریت دارند در قسمت سیاست اینها، و مسئله که در منطقه مطرح میشه، قسمی که به او اشاره شد،
اینها سیاست های دارند که بازم برای ازمو بهره برداری اونهاست. حالا ما میگم که خب افغانستان در ما در مقابل از چی موضعی گیری کرده و اتفاقا میخواستم سانزه صاحب پرسش داشته باشم در این خصوص. ای که اخیرا آقای مجاهد گفت حرکت پاکستان و اقدام های پاکستان پیامدی را در پی داره که مطمئنا در کنترل پاکستان نیست. چی پیامدی داره؟ خب او پیامد هم است که فکر میکنم پاکستانی ها یا افغان ها هم این توقع را نداشتند که امریکایی ها به سرعت افغانستان بگذارند و چون به میخواستند با روسیه در اوکراین مقابله کنند. اینجا به اصطلاح اما میدان بازی را گذاشت. اگر بگویم که شکست خورد یا نخورد مسئله از وجود است. حالا پاکستان در موقفی است که امو خلا را پر کرد. درست است پاکستانی ها دست داشتن ولی توقعشان ای بود که اگر در سابق به طور مثال اگر تنها مسئله اگر آب کنر و اینا را نگیریم اقلا مسئله خط دیورند را بگیریم، اگر حکومت کرزی و اشرف غنی حاضر نشدن که خط فرضی دیورند به صفت یک سرحد رسمی بشناسن، این توقع رو داشتند که ممکن طالبا این کار رو بکنن. ولی وقتی که طالبا به اصطلاح دست و پای خود یافتن و قدرتشان استقرار حاصل کرد، طالبا هم حاضر نشدن. بنان اونجاست که این مشکل ایجاد میشه. بنان در شرایط فعلی اما قسمی که قبلا فکر کنم آقای حاطفی به اشاره کرد، اگر مهاجرین افغانستان از پاکستان پس برگردن، بنان پاکستانی ها دیگر چیزی ندارند که افغانستان یا حکومت افغانستان را زیر فشار بگیره. در مقابل طالبان میتونند که تی تی پی را در مقابل حکومت پاکستان محض به یک اشاره هم ازشان استفاده کنند. بنان اینجاست که جنگ گرم و جنگ روی بین دو کشور نیست، ولی میتونن که اینها از قدرت‌های یا قوه‌های نیابتی در یک کشور یا کشور دیگر در مقابل همدیگر استفاده کنند. و ای باز نمیتونه که نقض تعهدنامه باشه، تعهدنامه دوحه؟ خب تعهدنامه یک مسئله است و داشتن یک قدرت مسئله دیگه است. مثلا همین ما میبینیم که نقض بسیار مقررات جهانی در فلسطین زیر پا میشه، ولی چون به اصطلاح لالایشان در ملل متحد ازشان حمایه میکنه پروای کسی را ندارد. بنابراین در افغانستان هم تا زمانی که اینها بتانن، خب ما به مسئله دیگه هم اشاره کردم، طالبا ضرورت دارند که به ملت اعتقاد داشته باشن و ملت از خود بسازن و بعضی از سیاست هایی که در قسمت زنا در پیش برده او را در اونجا انعطاف نرمش ایجاد کنند که تا زمانی که ملت در عقب طالبا باشه، طالبا نمیتونه تشویش داشته باره. تشکر سانزای سیب. حاطف سیب، در خصوص پاکستان راه حل چی هست؟ ما اگر گریزی داشته باشیم به 40 سال یا 50 سال گذشته، افغانستان یک سیاست مشخص نداشته در قبال افغانستان و اکنون هم امارات اسلامی میگه که ما یک سیاست متوازن و بی‌طرف داریم، درست؟ ولی اگر در خصوص پاکستان بیایم که همسایه بوده که در جنگ صلح افغانستان بوده، از جنگ در افغانستان سود برده، چگونه باید یک سیاست داشت در مقابل این همسایه و از چه روش‌ها باید پیش برد؟ خب تشکر. در پیمان به این مسئله میخواییم یک دو نکته دیگر هم بالایش کمی مکس بکنم. بفرمایید. اولی که گفتین چرا سازمان ملل عکس العمل نشان نمیده، به نظر من دو علت داره. اولی که سازمان ملل در قبال مسائل افغانستان و پاکستان به خصوص شورای امنیت سازمان ملل نظر واحد ندارن. دید امریکا، دید چین، دید روسیه با هم متفاوت است و اگر سازمان ملل یا شورای امنیت هم بخواه مبادرت ببرزه به فیصله او ویتو میشن. ما در قسمت فلسطین دیدیم که همه دنیا میگن جنایت است، اما همین جنایت هم ویتو میشه. در قضیه افغانستان هم این مشکل وجود داره، نظر واحد در سازمان ملل متحد نیست، به این خاطر موضع گیری واحد
کمتر به چشم میخوره. دلیل دومش مشکلی است که افغانستان با او روبروست. حکومت موجود به رسمیت شناخته نشده باید. و پاکستان از این خلا استفاده میکنه که خب شاید صدا به نفع افغانستان در سطح جهان کمتر بالا شوه، بنان فشارها را بیشتر میکنه و پاکستان از این موقع استفاده بله. میکنه رای حل از این است که افغانستان در این جهت بیشتر کار بکنه که من فکر میکنم خب کار جریان داره. متوجه این نکته است حکومت فعلی که باید در چه بیشتر در پای کسب مشروعیت بیرونی باشه. در قسمت حرفایی که در برابر اظهارات پاکستان صورت میگیره که عواقبش عواقب منفی خواهد داشت، من فکر میکنم این درک در افغانستان وجود داره که مردم افغانستان در برابر پاکستان کاملا متحد و یک پارچه هستند. هر افغانی توطئه های پاکستان به چشم دیده، مداخلاتش به چشم دیده، درک میکنه و با او مخالف است. اگر قرار باشه که افغانستان و پاکستان در برابر هم قرار بگیرن، پاکستان از داخل میپاشه، چون این مسئله در پاکستان متنازع است. تمام احزاب سیاسیش نمیخواد که پاکستان بالای افغانستان تجاوز بکنه، این اردو استخباراتش است. اما افغانستان بیشتر متحد میشه چون تمام مردم افغانستان در برابر پاکستان یک دید واحد دارن. این کلانترین پوینت است که من فکر میکنم متوجه شده آقای مجاهد و این را به عنوان هشدار مطرح میکنه. همچنان مسائلی را که استانگزیس بیاداوری کردن، او مثلا هم زیاد ارزش داره. ملت پاکستان اونا هم تشریح کردن که یک ملت است در گرو اردو و استخبارات. تشکر. و این سیاست ها را بیشتر نمیپذیره هم. به صورت مشخص در رابطه به پرسش شما من فکر میکنم سیاست های افغانستان در طول چندین دهه همی بوده که با پاکستان روابط بهتر داشته باشه و این سیاست هنوز هم موجود است. سیاست به اصطلاح برقراری روابط دوستانه بین دو کشور، اما امتیاز طلبی از جانب پاکستان است، مداخله از جانب پاکستان است و ملت افغانستان در برابر مداخلات پاکستان حساس است. هیچ حکومتی نمیتواند دوام بیاره در صورتی که فرمایشات پاکستان را بپذیره. این حکومت ها این مسئله را درک میکنن و شاید آرام آرام از وسایلی که حکومت افغانستان احتمال داره در اختیار داشته باشه، وسایل سیاسی، دیپلماتیک و نظامی بله. اگر این مسائل دوام پیدا بکنه بله. یکی پیدگه استفاده بکنه. تشکر از حضور مهمانان که به برنامه فرصت گذاشتن و تشکر از شما که بیننده برنامه تحول بودید. تحول در همین جا به پایان میرسد. خدا و نگهدار.